هموطنان ما صحنه های باشکوهی در مقابل سازمان ملل آفریدند، به خصوص وقتی تصاویر شهیدان قیام های اخیر رو تو دستشون گرفتن و با حمله پرچمی طولانی راه پیمایی کردن، وقتی که در مصاحبه هاشون عشق واقعی قلب هاشون به ایران و آزادی ایران رو بیان کردن، وقتی که عکس های جوانان جانباخته قیام رو در دست گرفتن و به دنیا گفتن که هیچ وقت اجازه نمیدن کسی قاتلان مردم ایران رو نماینده اونها بدونه. و نکته بسیار شگفت دیگه اینه که اونا از یک هفته پیش اومده بودن از سراسر آمریکا، از راه های دور و هر روز صف کشیدن و فریاد زدن. اونا اونجا بودن تا صدای مردم باشن و حقیقتاً که جهان صدای مردم ایران رو شنید که خواهان سرنگونی نظام آخوندیه. ناظران سیاسی و رسانه‌ها و محافل سیاسی در آمریکا نظرات زیادی در مورد سفر پزشکیان دادند که تظاهرات ایرانیان بر علیه سفر پزشکیان در کانون این توجهات قرار داشت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل، محقق امنیت سایبری. سلام به شما خانم دکتر سپهراد، تشکر از حضورتون در برنامه روزنگاه. سلام و درود به شما و ممنون از این فرصتی که به من دادین. درود به شما. خانم سپهراد، نظر شما در مورد حضور ایرانیان بر علیه سفر پزشکیان چی است؟ بله، من فکر می‌کنم اون روز اصلی تظاهرات که همون روزی بودش که پزشکیان قرار بود در سازمان ملل سخنرانی کنه، واقعا دنیا یک ایران متفاوتی در خارج از سازمان ملل دید. در اون تظاهرات گسترده و پرشور ایرانیان آزادی بود که اونجا بودن، از همه عقاید مختلف، از هواداران مجاهدین خلق ایران، از هواداران شورای ملی مقاومت، سازمان‌های مختلفی که اونجا بودن تظاهرات کردن و با یک صدا به دنیا گفتن ما خواهان تغییر رژیم هستیم، خواهان تغییر رژیم هستیم که و آینده ایرانی هستیم که مبتنی بر جدای دین از دولت هست، آینده‌ای هستیم که جمهوری ایران و رأی مردم ایران تعیین کننده دولت آینده ایران باشه. بنابراین این صدایی که خارج از سازمان ملل بود همون پژواک صدای تظاهرات‌های داخل کشوره. شما ببینید که همون دو روز بعد از این تظاهرات، دو سه روز بعد از این تظاهرات، ما سالگرد جمعه خونین زاهدان رو داشتیم. تمام این تلاش‌های مردم ایران واقعا با هم گره می‌خوره.
و این یک صدای داخل کشور و خارج کشور در اون روز تظاهرات به سازمان ملل، به رهبران سازمان ملل نشون داد که خواسته مردم ایران عملا در خارج از اجلاس سازمان ملل هست، نه اون دروغ بافی ها و خیمه شب بازی ها و ملیجک بازی که پزشکیان در صحنه سازمان ملل را انداخته بود. یه نکته دیگه که من میخواستم بهش اشاره کنم در جواب به سوال شما این بودش که واقعا دستگاه پزشکیان که از خود پزشکیان گرفته تا معدنچی تا ظریف یا خود خامنه‌ای عملا فکر میکرد با این سفر به سازمان ملل میتونه دوباره یک دوره دیگه ای از دستگاه دجالی سیاست و به اصطلاح جا انداختن اون دروغ قرن که در ایران میشه اصلاح طلبان بتونن یک تغییری به وجود بیارن. میخواستن روی این سرمایه گذاری کنن که واقعا این در صحنه شکست خورد. اگه ما حتی علاوه علوم سیاسی هم بخوایم مقایسه کنیم این سفر رو حتی با سفر احمدی نژاد، حالا من خاتمی و روحانی رو نمیگم، حتی با سفر احمدی نژاد یا خود سفر رئیسی واقعا افتضاح بود برای دستگاه رژیم در صحنه که این خودش گویای ضعفی که در رژیم هست و اینکه واقعا تمام کارت‌های سوختش هم که حتی میاره تو صحنه فکر میکنه میتونه با این کارت‌های سوخته چند روز دیگه به عمر خودش اضافه کنه، باز هم در این زمینه شکست خورد. و من واقعا میخوام اجازه بدین که تبریک بگم به مردم ایران، تبریک بگم به ایرانیای آزادی که توی صحنه بودن، چون عملا دستگاه همبستگی مردم ایران برای تغییر در ایران، یک تغییر واقعی در ایران رو ما امروز در صحنه شاهدش بودیم و هیچ کس نمیتونه دیگه به اصطلاح برخلاف این صحبت کنه. شعارهای جمعیت شما ببینید وقتی میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، خط بطلان کشیدن روی اون خط که به اصطلاح بخوان نیم پهلوی رو بیان غالب کنن به عنوان اپوزیسیون ایران هست، یا یعنی که کانونهای شورشی در حمایت از کانونهای شورشی خط استراتژی تغییر رژیم رو داره جا میندازه و مهمتر از اون شعاری که در جمعیت بود زن مقاومت آزادی، نشون دهنده تکاملی که این جنبش در ایران پیدا کرده از 2 سال گذشته به خصوص و الان به کجا رسیده که صداش در خارج از سازمان ملل در نیویورک به گوش دنیا رسید. بله، شما الان تو صحبت خودتون گفتین که شکست خورد در این سفر پزشکیان برای اینکه میخواست دستاوردی داشته باشه که عمر حکومت رو به قول معروف چیزی به دست بیاره برای تداومش. اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدین لطفا. بله، اگه دقت کنین تمام طرح و برنامه‌ای که رژیم داشت برای این سفر پزشکیان از به اصطلاح جمع‌آوری خود همه کارهایی که به اصطلاح شبکه‌هایی که وصل بودن به اون دورانی که ظریف روشون سرمایه گذاری کرده بود سعی میکرد دوباره اینو فعال کنه، سعی میکرد دوباره چه در مطبوعات آمریکا چه در به اصطلاح در بانک‌های فکری که هنوز فکر میکنن از طریق مماشات و تغییر رفتار رژیم هنوز بهش دل بسته هستن سعی میکرد دوباره این شبکه رو فعال کنه. ولی واقعا انعکاسش رو که ما میبینیم در دستگاه مطبوعاتی آمریکا یا حتی ضیافت‌های شامی که گذاشته بود به اون کارت‌های سوخته و لابی‌های رژیم که آورده بود توی صحنه به طوری خیلی خیلی مسخره‌ای پزشکیان حتی بهشون هدیه داده بود، تمام اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم واقعا چه سیاست ورشکسته‌ای هست، چه سیاستی هستش که هیچ حتی یک درجه بحث رژیم رو در جامعه آمریکا، در بانک‌های فکری، در مطبوعات آمریکا نتونست حتی یک درجه تغییر بده. این رو خود همین فکر کنم بالاترین علامت شکست رژیم هست که این سرمایه گذاریش حتی با آوردن ظریف کسی که در ده صحنه عملا نفر درجه سوم پزشکیان هم حساب میشه نتونست اینو جمع‌آوری کنه. علاوه بر اون در داخل کشور همون روزی که پزشکیان هنوز تو سازمان ملل بود چرا خامنه ای اومد؟ اون مانور سیاسی که در دستگاه کار خود دولتش انجام داد با آوردن خطیب و اعلام کردن نقش خطیب در دولت ایران چرا زمانبندی رو اونطوری تنظیم کرد؟ که این نشون دهنده تمام تضادهای داخل رژیم هست که کل دستگاه رو
داره با خودش میکشه پایین و از درون داره فرو میپاشه. روی همین هست که نه در خارج کشور و نه در داخل کشور تونست هر مانوری که میخواست بده، تونست هیچ تغییر ایجاد کنه یا هیچ مومنتومی برای خودش تولید کنه که بتونه یک بار دیگه این بار سیاست مماشات رو قوی تر کنه برای دستگاه دولت‌های غربی. بله خیلی ممنون، شما درست اشاره کردید، همون موضوعی بود که مخبر رو به عنوان دستیار خودش معرفی کرد و بله و این موضوع قابل توجهی بود که به خوبی به اون اشاره کردید. خیلی ممنون شما دکتر سپهراد و وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید. با تشکر از شما. سپاسگزارم، ممنون از شما. درود بر شما.